خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی در ایران از پلمپیک مطب مامایی به دلیل فعالیت در موضوع سقط جنین در تبریز و ارجاع به دستگاه قضایی خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که سحرگاه پنجشنبه 28 و شنبه 30 دی ماه 1402 حکم 5 زندانی که پیشتر با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان‌های دستگرد اصفهان و لاکان رشت به اجرا درآمد. مقام‌های محلی دونسک، منطقه تحت کنترل شورشیان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین، روز یکشنبه از کشته شدن دست کم 25 نفر در پی حمله اوکراین به یک بازار روس خبر داد. رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از تداوم عقب رفت آب دریای خزر خبر داده و این اتفاق را عامل فرونشست در سواحل مازندران و به خطر افتادن بندر امیرآباد اعلام کرده است. همزمان با تجمع امروز گروهی از شهروندان دارای معلولیت مقابل ساختمان سازمان برنامه بودجه در تهران، حساب توییتری کمپین معلولان از جو شدید امنیتی بی سابقه در محل برگزاری تجمع خبر داد. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که آناهیتا امیرپور، دانشجوی اهل کوهدشت و ساکن بروجرد، روز 29 دی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به خودروی 206 او کشته شده است. فرماندار بروجرد گفته بود که نیروهای انتظامی به یک دستگاه خودرو پژو 206 مشکوک می‌شوند و راکبین آن که دو نفر بودند به اخطارهای مکرر عوامل انتظامی هیچ توجهی نکرده و اقدام به فرار می‌کنند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد همکنون امکان واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده و این خودروها می توانند به پلاک ملی تبدیل شوند. کابینه اسرائیل طرحی را تصویب کرد که وجود مالیاتی مسدود شده فلسطینیان در اختیار یک کشور ثالث باشد و در زمان تعیین شده توسط اسرائیل به تشکیلات خودگردان فلسطین منتقل شود. شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد امیرنشین قطر به دلیل مخالفت‌های تد کروز با اخوان المسلمین و یکی از شرکت‌هایی که قبلاً با سیا کار می‌کرد قرارداد امضا کرده است. جنگل‌زدایی در آمازون برزیل در سال 2023 با 50% کاهش به پایین‌ترین حد در 5 سال گذشته رسیده. به گزارش رویترز، دولت برزیل با انتشار آمارهایی نشان داد که جنگل‌زدایی در آمازون برزیل در سال 2023 به پایین‌ترین میزان خود از سال 2018 به بعد رسیده است. این یک پیروزی بزرگ برای دنیا است. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد آزمون استخدامی برای جذب 72 هزار معلم در اسفند امسال برگزار خواهد شد. ارزیابی تکمیلی به فعالیت داوطلبان معلمی در فضای مجازی سختگیرانه نبوده و این ارزیابی ها مبتنی بر مأموریت اصلی که معلم بر عهده دارد برنامه ریزی شده است. اما معلم اصلی ترین محور تحول در نظام تعلیم و تربیت به آینده ایران خواهد بود.